دکتر پاتریک کلاسون کارشناس امور ایران در مؤسسه سیاستهای خاور نزدیک واشنگتن در 23 دی ماه گفت نگرانی دولت ایران نسبت به جنبش سبز به عنوان یک نیروی اپوزیسیون بر تصمیم گیری در گفتگوهای هسته‌ای با غرب تاثیر می‌گذارد. Worry about the آیا این دولت در ایران از بابت سبزها نگران است؟ پاسخ مثبت است. در نتیجه هر کاری که در برنامه هسته ای میکنند در درجه نخست از این دریچه دیده شود که فکر میکنند چه تأثیری بر موضع و رویاروییشان با آن اپوزیسیون خواهد داشت. و افزود که غرب باید این نکته را درک کند که دیپلماسی، ائتلاف های بین المللی و تحریم ها آن عوامل اصلی نخواهند بود که موضع ایران را در امر تسلیحات هسته‌ای تغییر دهد کلاسون به عنوان نمونه به عقب نشینی اشاره کرد که ایران در تابستان گذشته درباره برنامه هسته‌ای خود پذیرفت و نشان داد که تنها اقدامات غرب نیست که تاثیر می‌گذارد بلکه در واقع معادلات سیاسی داخلی بر آن بیشتر مؤثر واقع می‌شود در آن مقطع آنان به بازرسی از نیروگاه هسته‌ای عراق و نصب دوربین های نظارتی در تاسیسات نتنز و ساختمان رکتار تحقیقاتی تهران تن دادند. هیچ که از آنها به این دلیل انجام نشد که ما تحریم های بیشتری اعمال کردیم یا دیپلماسی هوشمندانه ای در تابستان به کار بستیم به این دلیل انجام شد که می ترسند کم برخی از آنها نمیخواهند در دو جبهه بجنگند و ترجیح می دهند روی برخورد با مشکلات داخلیشان متمرکز شوند و فشار خارجی ها را از روی دوش خود بردارند وی در ادامه عنوان کرد که احتمال بهرهگیری غرب از نگرانی های ایران از مخالفت های داخلی برای دستیابی به توافق و معامله وجود دارد. اگر خطر سبزها از طرف حکومت ایران جدی و حساس ارزیابی شود، تعامل و عقب نشینی در مقابل غرب محتمل است. وی در این حال هشدار داد که پیامدهای انتخابات جوان 2009 رهبران ایران را هم تضعیف کرده و بر توان تصمیمگیری آنان لطمه زده است. در فضایی با رهبران تضعیف شده و درگیری های پرتنش میان قش مختلف آنها نمیدانند چه کار کنند. این موقعیتی است که سیاست تنها این است که سرپا بوده و روال کار ادامه یابد. فعلا هر تغییری به بنبست رسیده است. دیدگاه های کلاسن در جریان مراسمی مطرح شد که توسط مؤسسه سیاست های خاور نزدیک واشنگتن برای رونمایی و اعلام انتشار اثری از کلاسن زیر عنوان امید بسیار به گام های کند اپوزیسیون ایران مسئله هستهی و غرب برگزار شد. متن پژوهشی کلاسن بر بستر دیدگاه برگرفته از چندین مباحثه غیررسمی میان ایرانیان اروپایی ها و آمریکایی ها در مؤسسه واشنگتن تأثیراتی را که دیپلماسی بین در تقابل با برنامه هستی ایران بر سیاست های داخلی آن خواهد داشت و نیز در مقابل تأثیری که اعتراضات سیاسی ایرانیان از انتخابات 2009 در آن کشور به این سو بر مهمترین مسائل مورد نظر جامعه بین خواهد داشت مورد ارزیابی قرار می دهد. دومین سخنران آن مراسم ریتکی محقق ارشد مطالعات خاورمیانه در شورای امور خارجی با دیدگاه های کلاسن در مرتبط دانستن مذاکرات هستهی و سرکوبی مخالفان داخلی موافق نبود. تکیه که پیشتر استاد محقق در مؤسسه واشنگتن بوده و مدت کوتاهی نیز در دفتر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا با دولت اوباما همکاری داشته است گفت I'm not quite sure. چندان مطمئن نیستم که معامله با جامعه بین بر سر مسئله هستی مشکلات داخلی شما را حل کند. منظورم این است که دانشگاه های شما دانشگاه های شما هستند. نخبه های ناراضی شما نخبه های ناراضی شما هستند. شهروندان محروم از حق رأی شما شهروندان محروم از حق رأی شما هستند. فردای روزی که اورانیوم غنی شده با خلوص پایین خودتان را به خارج انتقال دهید و به نوعی توافق با کشورهای پنج و یک دست یابید تمام این مشکلات به قوت خودش باقی خواهد بود تکیه سخنان خود را با خطاب به منتقدانی به پایان برد که میگویند باید به منظور پیشبرد تماس و رابطه با ایران به دولت آن کشور احترام گذاشت خیلی ها مدت ها توصیه کردند که باید در برابر حکومت ایران با احترام برخورد کنید تا بتوانید با آن رابطه داشته باشید فکر می کنم اگر بخواهید رابطه بین آمریکا و ایران را تغییر دهید این حرف صحیح است ولی فکر نمی کنم ما الان در چنان مقطعی باشیم فکر نمی کنم بتوانیم رابطه را تغییر دهیم فکر می کنم بتوان بخشی از لبه های تیز جمهوری را کند کرد اما ضرورتی برای محترم شمردن حکومتی نمی که احترام خود را در برابر رأی دهندگانش یعنی برای مردمش از دست داده است اگر من یکی از مقامات رسمی دولت آمریکا بودم دیگر هرگز کلمه جمهوری اسلامی را بر زبان نمی آوردم